با درود خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال و آزادی، همچنین با درود خدمت شما آقای بنی‌صدر که این هفته هم دعوت ما رو پذیرفتید. سلام به شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان از جای جهان که هستم. آقای بنی‌صدر، در یک گفتگویی که قبلا با شما داشتیم در زمینه ترس، انواعش، القایی که یک نظام استبدادی میتونه به جامعه بکنه یا خود انسان به خود القا کنه اون ترس رو و بمونه درش، یعنی حکم فلج کننده داشته باشه، صحبت کردیم. بعد راه‌های تجربه کردنی قابل عمل مقابله با این ترس، شما در صحبتتون اشاره کردید که تا زمانی که مدار بسته نباشه، در یک مدار بسته فقط امکان ماندن در ترس و غلبه ترس بر انسان وجود داره، تا زمانی که انسان برنگرده عوامل چگونگی ایجاد این جامعه به اصطلاح مدار بسته رو بازشناسی نکنه که از چه طریقی و با چه رفتاری به اینجا رسیدم که الان هستم. و اشاره کردید اخلاق ایرانی ها این است که در همین اکنون نگاه میکنه، میگه الان من با این ترس مواجه هستم، بگو راه حل چیز، بدون که ببینن که چه عواملی و چه رفتاری از خود باعث ایجاد این شرایط شده و راه های مقابله با عوامل ذهنی که در خود انسان، درونی انسانه که ایجاد این ترس میکنه، و عوامل عینی که عوامل بیرونی انسان نقش داشته. بازشناسی نکنه نمیتونه این مدار بسته رو به مدار باز تبدیل کنه و در این ترس میمونه و فلج میشه در عمل. حالا اما موضوع دیگری هم هست که گرچه مثبت به نظر میرسه و اون امر امیده، ولی امید هم میتونه اگر کاذب باشه، اگر خودانگیخته نباشه، اگر انسان در شکل‌گیری نقش نداشته باشه و ارتباطی هم با واقعیت‌های ملموس جامعه نداشته باشه، یعنی به قول شما یک سری اوهام ساخته شده، امید هم میتونه جزی از اون اوهام باشه که کاذب باشه، اونم میتونه همچون ترس امری فلج کننده به اصطلاح محسوب بشه و مانع از حرکت و باز کردن چشمانداز باشه. این نقش این امید مثبتی که انسان خود ایجاد میکنه و امیدهای کاذب و تفاوتهای اینها و راههای در واقع مقابله به اون و تشخیص این دو نوع امید کاذب و امید واقعی رو خواستیم با شما مطرح کنیم و نقطه نظرات شما رو بشنیم. از کنم که امید حق طبیعیه، برای اینکه زندگی فعالیت‌های حیاتی بدون امید شدنی نیست، مثل هر حق دیگری که اگر نباشد، مثلا نفس کشیدن آدمی نیست. امیدم همینه، امید بچه که به دنیا میاد تا بزرگ بشود و بعد تمام فعالیت های حیاتی او این موکول به همین امیده. اگر از روز اول یأس طبیعی ذاتی حیات انسانی بود، همون روز اول از زندگی مایوس میشد و نیامده میرفت. یعنی که امید طبیعی است. یأس نه، طبیعی نیست، بر اثر مشکلی از کنم خطری این به آدمی دست میده. در اون مدار بسته، اون مدار یأس، چون در اون مدار یک مسیر بیشتر وجود نداره، یک جهت بیشتر وجود نداره، از بد است و بدتر است و بدترین، به بهتر راه ندار، بلکه بسته است دیگه. مدار اسمش با خود چه مدار بسته. به مثال زدم در گفتگوی قبلی از اون چه بر سر قوم موسی رفت، اما در خود کشور ما فراوان از این مثال ها هست. بگیرید که هرگاه روز اول تاجرانی که چینی که آمده بودن و اموال ترکان خاتون اینا رو کشتن و غارت کردن، تدارک شده بود، حمله مغول رخ نمیداد. وقتی حمله مغول رخ داد، مقاومت استوار انجام میگرفت، این نابودی ایران نمیشد.
اون اگر اون نابودی آمدند و کشتند و سوختند و بردند انجام نمی گرفت، میگن نیشابور ویران کردن گفت شاخ بزنن، اونجور نمی شد، این ملت رو یأس فرا نمی گرفت. حالا در اون یأس حماسه انسانی مولوی رو شما داری که انسان برخیز، یعنی نقطه امید برگرد به اون امید، حالا خودت باز بیاب، زندگی هست، زندگی بکن، زندگی هم امید، بدون امید که زندگی نیست. خب پس ایران این بلاها سر ایران آمده در اون مدار بسته، مدار یأس دیگه، شما از بد شروع میشه، بد بدتر میشه، بدترین همجه میشه. حالا همین وضعیت امروز ایران نگاه کنیم، این از خرداد 60 به این طرف همینجور آمده. حالا این امید کاذب میشه، همین که شما گفتی، این آقای چیز آمده میگه من دولت امید و تدبیر هستم و بخش از جامعه هم امیدواره، امید کاذبه. خب حالا چرا این امید کاذبه؟ اگه شما مردم که امید بستید که این برای شما کاری انجام بده دیگه، نه، امید در شما باید باشه، شمایید که باید کاری انجام بدید، شمایید که باید تغییر بکنید تا تغییر بدهید. شما نمیخواید تغییر بکنید، میگویید که او این که محصول همین رژیم، چیزی تازه‌ای نیست، آدم تازه‌ای هم نیست، ابزار تازه‌ای هم نداره، شرایط تازه‌ای هم نداره، نداره. اون وزیرانش هم همین هایین که تو این 30 ساله امتحان دادن، هیچ آدم نوعی نیست که بشه باید گفت خب بلکه این آدم یه کاری بکنه. شما منتظرید این آقای پور محمدی حقوق شهروندی شما رو چیز کنه، برقرار کنه، شهروندی حق داشتنی، شما دارید این حقوق رو، ذاتی وجودتون بهش باید عمل کنید. این امیده، به محضی که شروع کردی به عمل به حقوق ذاتی خیش، امید بر امید افزوده می شود. یک کسی که مثلا درس می خونه، این به همون تدریج که جلو میره خب امیدش بیشتر میشه، و وقتی دانشمند می شود سراسر امیده، به یافته هاش امیدواره، به اون چی که خواهد یافت امیدواره، به اثری که این کار او در زندگی انسانها خواهد داشت امیدواره. پس امید موقعی واقعی است که عاملش درونی باشه، یعنی از درون در هست، گفتم ذاتی حیاته، بدون امید که حیات نیست. ما به اون چی، به چی میگیم امید؟ به اون چی که به این هستی ما ربط دارد و موجب شکوفایی، رشد و بالندگیش می شود، و به تدریجی که این انجام می گیره بیشتر می شه این امید. چه وقت ما می گیم مایوسیم؟ وقتی که خود ما اینها رو به کار نمی اندازیم و می نشینیم مثل یه آدمی که گفت برو شیر شرزه باشه، دقل می انداز خود را چرو باشه، خود چند داخته یه گوشه می گه یا عزیز الله گدایی میکنه، گدایی میکنه، یا منتظر است اینکه آقای روحانی دولت تدبیر امید برایشون کاری انجام دهد. خب پس حالا این امید که دانستیم ذاتی حیات هر انسانی، هر موجودی است، اصلا ذاتی حیات است، امید حیات، یأس مرگ، یأس مرگ آور است، امید حیات آور است. خب حالا که ما این دانستیم و دانستیم هم این طبیعی است، پس هر کسی که دید دچار یأس شده، این باید اول به خودش بیاد بپرسه که اون عامل‌های حیاتی که به کار نینداختم، چون میره سراغ این که چی دلیل خارجی، عامل خارجیش هست که من به این روز انداخته. نه، از خود شروع کن، چه نیروهای حیاتی، چه حقوق ذاتی که باید بهش عمل میکردم نکردم، کدوم استعدادها که باید به کار میانداختم به کار نینداختم، کدوم فرضها که میباید به کار میانداختم به کار نینداختم، که حالا امید طبیعی را از دست دادم، گرفتار یأس شدم.
بعد هر آدمی از خودش بکنه. اگر این سوال بکنه، اون عامل‌ها رو پیدا میکنه، یأس رو تبدیل میکنه به امید. امید با شادی همراهه، یأس با غم همراهه. خب حالا بریم در مثلا تو یه خانواده، روز اول یک نقاری پیش میاد، اگر ریشه یابی شد و با ریشه حل شد، در ریشه مسئله حل شد، یأس وجود نمیاد و وضعیت بعد بدتر بدتری نمیشود، کار به جدایی نمیکشد. ولی اگر ریشه یابی نشد، بگذر تو هم که بگذر، ما یه حرفی زدیم ندیده بگیر، ببخش، یا اینکه ازش بگذر به سکوت، به قول شما ریشه یابی نشد، سکوت کنه، صورت مسئله رو حل شد. یه کار دیگه بعد این تکرار میشه و رو اضافه میشه، اون امیده یه مقداری کم میشه، سومی میاد اون اضافه میکنه، همینجوری میشه برفرمار، یه وقت میشه دیگه هیولا، یعنی میشه زیاست دیگه، آقا من دیگه با تو نمیتونم زندگی کنم. خب حالا میبینی که از این جدا شده، باید با یکی دیگه همین داستان شروع میکنه، یه رشته زندگی های ناتمام، از این هم کم نیستم. و در اینجا همواره مثلا این ترس و یأس همراهن با یک عاملی که اسمش هست امید کاذب. نه که خیال کنید که یأس که آمد دیگه امیدی کاذبی، نه، چرا؟ اتفاقا ترس و یأس همیشه با امید کاذب همراهه. خب آدمی و ایرانی ها الان در حال حاضر یه جنبش باید بکنن، نمیخوام بکنن، میترسن، میگه آقا این رژیم مثل رژیم شاه نیست، بعد جوری میکشن. البته گرچه مزید میخوام بس از صحبتون، گرچه اینو یه عده میگن وقتی که میپرسن چه عوامل جلو گیرنده است از ایجاد جنبش یا ادامه جنبش، میگن این رژیم بسیار خونخاره و خیلی بدجور سرکوب میکنه، قتل و شکنجه و تجاوز و خلا، ولی این معمولا یکی از کمترین ترس هاست، یعنی عامل اصلی نیست. اوه بلا ترس های دیگه هم هست، قبلا در گفتگو قبلی هم دیدیم ترس از آینده هست، ترس از تجزیه، این ترس های القا میکنن، ترس از تجزیه ایران، ترس از قحطی، او اینقدر ترس ها هست که اینا مجموعهش میشه یه ترس. حالا ما به عنوان مثال آوردیم، یکی از ترس ها لاغر اینه. حالا این ترس هست و یأس هم میاره، ترسی هست با یأس همراهه، این دوتا که با هم هست غریزه حیات هم هست دیگه، آمادگی انسان پیدا میکنه برای اینکه راحت به دل ببنده به دروغ، دیگه هم نمیپرسه که این وعده‌ای که به من میدی راست یا دروغ، میگه بلکه شد، بلکه شد، و جا ایجاد میکنه این امید کاذب برای انواع خرافات، مثلا ورد بخوانن بلکه این بیماریش علاج بشه. یه وقت شما نیایش میکنید، نیایش در صورت که با عمل برای بهبود همراه باشه امید آور میشه، یه وقت هست نه، حاضر نیستی عمل بکنی، میخوای خود رو به یک امید واهی، میگه آقا من خود سپردم به خدا، این امید واهی در شما ایجاد میکنه، دروغه، یعنی شما خود رو نقش بردی به خدا، نقش نداره خدا، نه خدا، خدا اگر سپرده بودی خدا بهت گفته برد مال مالجه، گوه تو حرکت از من برکت، نگفت که تو بینداز خود اون را بذار بیماری هر بلا میخواد سر بیاره، بعدم بگو من چون دعا کردم دیگه خود تکلیف با خداست، اونه که باید من نگه داره، اون خداوند همه رو نگه میداره، این رحمت خداوندی و فضل خداوندی شامل همه است، اما تصدی با شماست، هر مثلا دل خوش کردنی وقتی با عمل انسانی همراه نیست، با تلاش فکری یدی آدمی همراه نیست، امید کاذب است. مثلا طرف میگه که خب حالا این آقای روحانی آمده، بلکه این تحریم ها برداشته بشود و قیمت ها پایین بیاد و به ذره مقدار زندگی ما بهتر بشه. خب
این امید کاذبه. چرا؟ به دلیل اینکه این زندگی شما بهتر بشود، زندگی شما رفتی ببینید چرا اینجور شد؟ شما خودت چه نقشی داشتی که زندگی اینجور شد؟ نرفتی که این کارو بکنی دیگه. اگر کرده بودی خود شما میرفتی دنبال اینکه زندگی تو بهتر بکنی، از اون مدار بد و بدتر بیای بیرون. چون گفتم اونجا یک مسیر بیشتر وجود نداره، بعد بدتر بدترین. یعنی هر ایرانی بشینه از انقلاب تا امروز به وضعیت خودش نگاه کنه، میبینه که مرتب از بد بدتر بدترین شده این وضعیت امروز. خب اما اگر رفتی پایین که خب ببینی همین گرانی از انقلاب تا به امروز، یعنی بهتر بگیم از کودتای خرداد 60 به امروز، این مرتب این گرانی افزوده شده. در واقع از حکومت آقای رجایی قبل از کودتا. چرا اینجور شده؟ شما که داری ایران در ایران زندگی میکنی، از خودت نباید بپرسی اینایی که مصرف میکنی از کجا میاد؟ حالا میگه از چین میاد، نمیدونم از هند میاد، از همه جای دنیا میاد. خب تو چه کار میکنی؟ چرا گریختی از داشتن یک اقتصاد تولید محور؟ چرا نرفتی دنبالش؟ بی دولت باید این کار میکرد. نه، این تو غرب دولت این کار رو میکنه. حالا اینجا سرمایه داری و بخش خصوصی اینا همه درست، اینا این بخش ها میکنن، استثمار اینا هم هست، اما تولید هم هست. به مقداری که اینجا در همین غرب هم غفلت کردن از این اقتصاد تولید محور، هر کشور این کار کرده گرفتار سرنوشت شما مردم ایران شده، یعنی گرفتار تورم شده و بیکاری شده و عرض کنم به شما قرضه های بزرگ که الان نمیتونه به پردازه، بحران اینه دیگه، ظرف عرشان یونان، اسپانیا، پرتغال، خود امریکا. خب یک جامعه ای که میل به تولید در او کمه، اندازه میگیرن در اقتصادها که یک جامعه ای چقدر خود میزان خود انگیختگی در اون جامعه چقدره. بالا باشه اون جامعه در رشده، پایین باشه در رشد نیست. خب شما ببین در خود انگیختگی تو ایران شما چقدره؟ انواع تولید خود انگیخت، فرهنگی، اقتصادی، همه جور. اصلا انسان فعال خلاق کجاست؟ ها، چون شما خود نکردی این کارو، طبیعتا حالت امیدم درت نیست، جاشی هست گرفته. اینه که هر وعده شما رو میگه بلکه این وعده عمل شد و این رژیم با وعده بر شما حکومت کرده تا امروز، این کار رو میتوانه ادامه بده همچنان تا وقتی شما آماده اید که خود رو به جای امیدی که طبیعی شماست، ناشی از فعالیت حیاتی شماست، نه ناشی، برانگیزنده فعالیت حیاتی شماست، عذر بخوام، برانگیزنده فعالیت حیاتی شماست. تا این رو شما نداشته باشی در خود، جاش یأس باشه که مانع فعالیت حیاتی خودانگیخته انسان است، راحت به امید واهی دل میبندی، به هر وعده دل خوش میکنی و چون عملی هم نمیشه مرتب بر میزان یأس است. بعد یأس یاره میشه، باز دوباره با شما رو تو مدار بسته میگن آها آقا این جلیلی الان اگر بیاد ایران دیگه کنفیکون میشود، بود حالا رأی بدیم به این روحانی اون نیاد، به این دل خوش میکنی. حالا من یه چیز جدیدم برایش بعضی توجیه جدیدم ساختم، میگن ما با این رفتیم، با این اونایی که رفتن رأی دادن، اونایی که بر تحریم فعال موندن، اونا در مدار باز، اقلا مدار باز خودشون رو نگه داشتن، در خودشون در بند بد و بدتر نکردن، به خودشون متکی هستن. خیلی فرق میکنه که آدمی که میگه آقا من نمیگم به این مدار بسته، دو ذهن خودش که مدارش بازه، به خودش متکیه، خود انگیخته است، امیدوار است، میدونه که کیست. اما اونی که این کار نکرده، تو مدار بسته عمل کرده، اون خودش یأس خودشو به اصطلاح خواسته جبران کنه با امید واهی.
خب رفته اونجا یه رأی داده، حالا یه دستشون میگن که به هر که حالا این بهتر کرد، یه دستشون میگن که ما نمدماری میخواییم بکنیم. اینا روشن فکرشون گفتن یه جامعه شناس از ایران آمده بوده توجیه ایشونه، گفته ما نمدماری میکنیم تا نفس این رژیم بند بیاد و ما بالاخره بشیم شهروند و حقوق شهروندی پیدا کنیم و دولت حقوق مدار پیدا کنیم. فقط که عکس مردم اینجوری رژیم مردم رو نمدمال کرده با این در این مدار بسته. بعد در واقع تا این روز این چنین بوده، اون رژیمی که این جامعه ایرانی رو وطن ما رو حیات ملی ما رو داره نمدمالی میکنه. واقعیتش اینه. اون نمدمالی که خواجه نصیر کرد، خواجه نصیر از عوامل رژیم خلافت عباسی نبود، بدیلی او بود برای او، و اون برای اینکه جامعه اسلامی را از اون خلافت منحط برهد اون روش رو پیشنهاد کرد. وارونه این قضیه که نبود که آقای خلیفه عباسی بگه بین این چند تا شما یکی رو انتخاب کنید، بعد شما به یکیش رأی بدید، بگه ها من این رأی دادم میخوام این خلافت رو نمدمالی کنم. نه دیگه، اون دیگه شما خودت داری نمدمالی میکنی. یک امید کاذبی رو، یک ذهنیت دروغی رو جانشین واقعیتی میکنی که اون واقعیت همین نمدمالی شدن مردم است. درست توجه کردید؟ و اینکه امید واقعی رو شما که در خود شما هست ازش غافلی، خود رو سپردی به یأس، و هر از چندی که این یأس خیلی اذیتت میکنه و فشار شدید میشه و ترس هم که باهاش همراهه، اون وقت راحت بهت میگن ها حالا چون این تحریم ها شدید شد، چون این بلاها زیاد شد، چون گرانی از حد گذشت، چون حالا اون آقا میاد و میگه که والا این هشتا هیچ برای من فرقی نداره، منم یه رأی دارم، به کسی هم نمیداند که به کی میدهم. خب شما هم میگه این ور که خیلی خطرناکه، این هم آمده میگه اسلام یعنی ولایت مطلقه فقیه آقای جلیلی میگه، و ما هم مسئله تهدید زدائی داریم یا زدائی داریم. خب آقا این خطر داره، یعنی اصلا میگه ما باید با غرب همین بحران ادامه بدیم، این برم که جز مطلقه هیچی نیست، اسلام یعنی همین، این خیلی خطرناکه. این آقای روحانی میگه من آدمم، مرد حقوقم. حالا این دورتر از هم است به اون آقای رهبر، به این رأی بدیم که تو دهن رهبرم بزنیم، بخشی هم اینجوری خودشون رو قاطع کردن دیگه. این خودفریبیه، امید واقعی آدمی که تحت فشار است، تحت سلطه زوره، زیر سلطه راحت فریب میخوره، در واقع خود رو فریب میدهد. من نمیخواهم که مسئولیت جامعه رو بزدایم، بگویم شما فریب خوردی، شما حق نداشتی فریب بخوری، بی خودم خودتو نگو من فریب، به من فریب دادن. پس این آقای روحانی امام صادق، شما که کاری نکردی که این روزگارت بهتر بشود. معروف است که من اسم اون امام با دانش و اخلاق آوردم، به لحاظ این که خب معروف است به این که ابو مسلم خراسانی به اون مراجعه کرد، گفت ما گرفتیم و دستگاه اموی هم برانداختیم، بیا خلیفه بشو. اون گفت بهش که نه شما مال منید، نه من مال شما هستم. برو فکر کنید. خب یعنی چی؟ یعنی که آجا این انسان تویی که باید تغییر بکنی، وقتی نکردی تو زور رو در کلت اصل شمشیرم گرفتی دستت، میگی که بیا من این شمشیر در خدمت توست، من انسان حقوقمند میخوام. بلا بزن و بکش در برو با همون یکی مثل اون بزن و بکش و برداشتی یکی دیگه بذار جاش. عملا اینجوری میشود،
تا جامعه خود نخواهد بس باشن. تو باید تغییر بکنی تا این امید طبیعی شما، فطری شما، این حق ذاتی شما این بارور بشود، زندگی شما رو بارور بکنه، محلی برای یأس و ترس نگذارد. اگر شما این کار نکردید، یأس میاد، ترس هم میاد، امید کاذب هم میاد، این ستا هم با هم هست. ممکن هم نیست که شما بتونی بگی که خب حالا من این ترس رو بر میدارم، از این ترس خود رو رها میکنم، این یأس رو هم تو هم مدار بسته ها، این رو هم دیگه وقتی من میگم من تو رژیم قبول دارم دیگه، نه ترسی هست و نه یأسی دیگه، خود سپردم به اون رژیم، این دست از من برمیداره. شما خیال نکنید این مامورین رژیم آدم های امیدواری هم. این آقای خامنه ای آدم امیدواریه، آدمیست که ترس نداره، آدمیست که یأس نداره. نه نه نه، خوب توجه بکنید، بسیار مهمه. به خطاب من به همه کارگزاران این رژیم است، از لشکری و کشوری، خوب این به این که میگویم کوش کنید، خود رو قاضی خودتون بکنید. میگم که بکنید خود چه قاضی کرد، خود رو قاضی خود بکنید. چقدر شما امیدوارید از این امید طبیعی یه گفتم برانگیزنده انسان، فعالیت های حیاتی انسان است به فعالیت های انسانی، چقدر در شما هست، چقدر نمی ترسید، چقدر یأس در شما نیست. همین حرف های این آقای خامنه ای رو از این دیدگاه شما هر بار که حرف می زنه دشمن دشمن دشمن، از اول شروع میکنه دشمن تا پایانش دشمن، یکیشو بررسی کنید ببینید چقدر امید درشه، چقدر یأس درشه، چقدر امید کاذب هست، چقدر امید واقعی هست، چقدر عرض کنم به شما ترس و یأس و امید کاذبه، چقدر امید واقعی است. این به شما میگه که او شاید بدبخت‌ترین مردم ایران است، به دلیل اینکه کاملا با قدرت و زور این همانی پیدا کرده، خود چه کرده نماد زور، طبیعتا هر لحظه که این ببینه ها نکنه این به این توجهی نمیشود، حالت یأس بهش دست میده، ترس بهش دست میده. بلا چرا باید مثلا این قطعای فروهرها نویسندگان این ترورها گفتن که به یکی از نزدیکان این آقای رهبر کسی پرسید که آقا این آقای فروهر بیمار در این سن و سال این چه خطری میتونست بر رژیم شما داشته باشه، این چرا باید نیروشون رو میکشت؟ او گفته تا شما جای این رهبر نباشید، تا کسی جای او نباشد، مصالح را اونجور که او میبیند و میسنجد نبیند و نسنجد نمیداند. چرا؟ دستور قتل اینطور آدم ها ساده شده. خب پس میترسه که این جنایت میکنه فروهر و همسر شد، اونها رو مظهر امید میدیده برای جامعه. باده بله. و این خنجراجه میکنه تنهای اونها رو دیگه، بس میترسه. خب این آدم زندگی سراسر ترسه، به همون مقدار که میترسه مایوسه، به همون مقدار که مایوسه هم به امید کاذب خود رو مبتلا میکنه، هم به دقیقه امید کاذب میدهد، هم با دروغ خود رو میفریبد. دروغ به اصطلاح عنصر چهارمه اون ستاست مرتب، چون آدم رو با راستی نمیشه، با امید کاذب رو با راست گفتن و راست شنیدن کسی امید کاذب پیدا نمیکنه، باید دروغ باشه. اینه که آقا میشود کذاب باشی نمره یک، چون ولایت مطلقه هم داره دیگه، مطلقه دروغگوست. به این درته میبینید که برای بیرون آمدن از اون مدار بسته با یافتن امید واقعی ایجاب میکند که انسان همواره قاضی خیشتن باشه و این خودانگیختگی خود رو جدی بگیره، استقلال خود رو جدی بگیره، آزادی خود رو جدی بگیره، حقوق انسانی خود رو جدی بگیره و بخواد که یک شهروند مسئول باشه، تغییر بکند تا تغییر بدهد. امید ایجاد میکنه، امید بر امید میافزاید، چنین باد. سرنوشت ایران. ممنون.
ممنون آقای بنی‌صدر. البته امید به نظر من ربط مستقیم امید واقعی به آرمان و هدفم داره. انشالله این رو و همجور که شما اشاره کردی امید کاذب با خرافه در واقع یار نداشتن هدف آرمان. بله این مسئله آرمان و هدف گذاری رو انشالله موضوعی باشه در فرصت دیگه در خدمت شما. انشالله. خیلی ممنون.